نسخه های طبیعی از درد دندان رها بشید. سلام به بینندگان عزیز کانال کلونومی، حالتون چطوره؟ خوشحال میشم که ویدیوهای ما رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. لیدوکاین همیشه بهترین مسکن برای آرام کردن درد دندان نیست. گاهی درمانهای طبیعی و سنتی بهتر از هر داروی شیمیایی درد دندان شما را آروم میکنه. شماره 1، روغن میخک برای درد دندان. میخک یک داروی گیاهی برای تسکین درد دندانه. در این گیاه یک مسکن طبیعی وجود داره که البته در صورت استفاده درست به آروم شدن درد شما کمک میکنه. اگه بافت لثه یا زبونتون حساس باشه، ریختن روغن روی منطقه درد میتونه حالتون رو بدتر کنه. پس برای گرفتن نتیجه دلخواهتون از روشی که میگم کمک بگیرید. دو قطره از روغن میخک رو روی پنبه بریزید و اون رو تا زمان فروکش کردن دندان پشت دندونتون قرار بدید. اما میتونید سراغ راه طبیعی تری هم برید. کافیه یه دانه میخک رو اونقدر بجویید که روغنش بیاد بیرون. میخک رو میتونید به مدت نیم ساعت یا تا زمانی که دردتون آروم بگیره در دهان خودتون نگه دارید. شماره 2، سس زنجبیل و فلفل برای درد دندان. زنجبیل و فلفل هر دو داروهای ضد درد هستند. شما میتونید هر کدوم از این دو ادویه رو به طور جداگانه مورد استفاده قرار بدید، چرا که هر دوی این مسکن ها پیام تسکین درد رو به مغز میفرستند. برای گرفتن نتیجه بهتر میتونید مخلوطی از این دو ادویه رو تهیه کنید و از روشی که بهتون میگم استفاده کنید. میزان مساوی از این دو ادویه رو با آب مخلوط کنید و یه سس بسازید. توپ کوچکی رو از پنبه درست کنید و به میزان کافی به سس مورد نظر آغشته کنید. بعد هم اون رو درست روی دندونتون جایی که لثه و زبان شما به اون برخورد نکنه بذارید و تا زمان فروکش کردن درد یا حداقل تا زمانی که طاقتشو دارید پنبه رو از دهانتون خارج نکنید. محلول آب و نمک برای درد دندان. نمک یک ضد عفونی کننده قویه، پس اگه درد دندان شما به خاطر عفونت ایجاد شده باشه، استفاده از نمک میتونه زودتر از راه دیگه شما رو آروم کنه. آب نمک دور دندان رو ضد عفونی میکنه و مایعهایی که باعث التهاب میشه رو خارج میکنه. از این روش درمانی میتونید هر زمان که بهش نیاز دارید استفاده کنید. یه قاشق چایخوری نمک رو در یه فنجان آب جوش حل کنید تا داروی فوق‌العاده‌ای بسازید. 30 ثانیه این محلول رو در دهانتون بچرخانید و بعد بیرون بریزید. اگر هم حوصله درست کردن آب نمک رو ندارید، یک سرم نمکی از داروخونه بگیرید و تا چند روز از محلولی که در سرم وجود داره قرقره کنید. ده بعدی دم کرده نعنا برای درد دندانه. دمنوش نعنا هم عطر خوبی داره، هم میتونه به عنوان یک بی‌حس کننده خوب مورد استفاده قرار بگیره. کافی یه قاشق چایخوری نعنای خوش رو در یه فنجان آب جوش بریزید و برای دم کشیدنش 20 دقیقه صبر کنید. وقتی که دمنوشتون خنک شد، اون رو در دهانتون بچرخونید و بعد بیرون بریزید. اگه هم نعنا در دسترس ندارید، میتونید از چای سیاه استفاده کنید. یک تیبک رو خیس کنید و روی ناحیه دردناک بذارید، یا اینکه چای سیاه گسی رو درست کنید و بعد از خنک شدن اون رو چندین بار در دهانتون قرقره کنید. ماده بعدی، سمق مره. شیره درخت مرمکی، همون سمق مر، میتونه دندان درد شما رو آروم کنه. پس اگه تا امروز نامش رو نشنیده بودید، همین حالا برای تهیه کردنش به عطاری محلتون برید. این سمق التهاب دهانتون رو کم میکنه و از بین رفتن باکتری ها کمک میکنه. اگه یه عطاری کار درست میشناسید که این سمق رو در اون پیدا میکنید، پس از تهیه اون رو به شیوهی که میگم استفاده کنید. یه قاشق چایخوری از پودر مر رو در دو فنجان آب به مدت 30 دقیقه بجوشونید و اجازه بدید محلولتون خنک بشه. بعد هم برای هر بار استفاده یه قاشق چایخوری از این دارو رو در یک فنجان آب بریزید و 5 تا 6 بار در روز قرقره این محلول رو ادامه بدید تا به نتیجه دلخواه برسید. ده بعدی، سیره. یه حب سیر رو روی دندونتون بذارید و اون رو بجوید. دندان درد شما بعد از جویدن سیر آروم میشه. پس اگه نتیجه رو فوراً مشاهده نکردید، به جویدن سیر ادامه ندید. این گیاه نه تنها درد شما رو آروم میکنه، بلکه مصرف مداومش دندان هاتون رو محکمترم میکنه. مرسی از همراهیتون تا آخر این ویدیو و تا ویدیو بعدی. شب و روزتون خوش و خدا نگهدار.